آقای عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمیله کردستان ایران، بسیار خوش آمدید. آقای مهتدی، ممنون که وقت گذاشتید به استودیوی صدای آمریکا در لندن تشریف بردید. آقای مهتدی، ابتدای توضیح بفرمایید که احزاب کردی به نظر می اومد در یکی دو سال گذشته به سمت ائتلاف حرکت کرده بودن. چه شد که در این هفته های اخیر اختلافات جدی بروز کرده؟ احزاب کردی همیشه با هم همکاری داشتند، به خصوص حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمیله کردستان ایران، و به خصوص از سال 2017 ما مرکز همکاری احزاب سیاسی کردستان ایران رو تأسیس کردیم که خیلی مؤثر بود، قدم بزرگی به جلو بود و به خصوص نقش خیلی مثبت و مؤثری هم در انقلاب زن زندگی آزادی در کردستان داشت. اختلافات جدی هم من نمی بینم، نه اینکه هیچ اختلافی در دور اخیر نیست، ولی من کاملا داریم این اختلافات رو و سلایق مختلف رو داریم مدیریت می کنیم، با هم مشغول جلسات فشرده هستیم و من امیدوارم که بتونیم دوباره به همون حالت همکاری های کاملا فشرده برگردیم. آقای مهتدی، اشاره کردید اختلافات جدی نیست، ولی عده‌ای هستن که در این روزها و هفته اخیر شما رو متهم می‌کنن که شما شخصا در این منشور، اون چیزی که به عنوان منشور جورجتان ازش اسم برده میشه، شرکت می‌کنید، حتی نمایندگی از حزب خودتون. پاسختون به اون افراد چه هست؟ ببینید، وقتی دوستان از من دعوت کردن برای قبل از اینکه هیچ منشوری هم نوشته بشه یا هیچ بحث ائتلاف و همبستگی هم به وجود بیاد، وقتی دوستان از من دعوت کردند که در این بحثا که اون موقع گروه تبادل نظر اسمش بود شرکت کنم، از روز اولش من رهبری حزب دموکرات و آقای مصطفی هجری رو در جریان گذاشتم و از ایشون دعوت کردم که حضور پیدا بکنند و بعدم روال کار رو با ایشون در میون گذاشتم با رهبری حزب دموکرات. یعنی اینطور نیست که یک جانبه و بدون اطلاع و خودسرانه این کار رو کرده باشم. بنابراین در مشورت و همکاری با اونها بودم و هستم، با مرکز همکاری و با دوستان حزب دموکرات. اونا ترجیح دادن شرکت نکنند، نه اینکه دعوت نشدن و نه اینکه من چون این دعوتی رو از ایشون به عمل نیاوردم. در مورد حزب خودم هم این مسئله اصلا درست نیست. من به عنوان حزب شرکت نکردم، من به عنوان یک کرد شرکت کردم، به عنوان یک ایرانی آزادی خواه شرکت کردم. ولی همه میدونن که بار سنگین مسئولیت بر دوش همه هست، از جمله بر دوش من که نمایندگی مردم کردستان رو و نه فقط اونها، سایر اتنیک های ایران رو هم من به وجدانن و اخلاقن به عهده خودم دونستم. هیچ کس در شرایط فقدان آزادی سیاسی، فقدان انتخابات آزاد، نمیتونه مدعی رهبری قانونی و منتخب مردم باشه. اما فکر میکنم من هم حزبی که من نمایندگی میکنم به اندازه کافی شناخته شده هست برای مردم کردستان که بدونن من به نمایندگی از منافع اونها در این نشست ها شرکت میکنم، و البته فقط نه فقط اونها، بقیه اتنیک ها و همه مردم ایران مد نظر من هست. یعنی بفرمایید که شرکت خودتون رو در این منشور با رهبری حزب کمیله در میون گذاشتید، نظر اونها چه بوده؟ موافق هستن با حضور شما؟ بله، کاملا. من این رو میتونم خدمتتون بگم که ما چهارچوبی برای تعامل و گفتگو و دیالوگ با اپوزیسیون ایران تعیین کردیم. این رو در سندی مکتوب کردیم، سند رو به بحث گذاشتیم، سمینارهای متعدد روش گذاشتیم و نهایتاً با اکثریت نزدیک به اتفاق آرا تصویب شد. خود منشور همبستگی رو به رأی نگذاشتیم، ولی مطرح کردیم و نظر مساعد اکثریت قریب به اتفاق حزب خودم رو هم با خودش همراه داره.
اکثریت قریب اتفاق که میفهمید منظورتون دقیقا چه هست آقای معتدی؟ شما سوالتون منظورتون چیه؟ یعنی اینکه از اون تعداد افرادی که اشاره میکنید چند نفر رأی حمایتی دادن، چند نفر بودن مخالف یا احیانا ممتنع رأی دادن؟ مخالف من ندیدم در رأی گیری ها. ما خود منشور و متن منشور رو به رأی نگذاشتیم، ولی سیاست کلیمون برای تعامل و برخورد و دیالوگ و همکاری با اپوزیسیون ایران رو به رأی گذاشتیم، به اتفاق آراء در نشست وسیع کمیته مرکزی به تصویب رسید، ولی یکی دو نفر ملاحظاتی بعداً روش داشتن. من میتونم فقط اینو بگم، از تعداد انگشتان یک دست کمتره. یعنی از حدود مثلا 37 نفری که احتمالاً حدس میزنم رأی دادن، 2-3 نفر شما میفهمید که رأی ممتنع دادن؟ ندادن. برای اون متنی که به اسم پلتفرم برای همکاری فراگیر و دموکراتیک ما مطرح کرده بودیم، از 37 نفر هر 37 نفر رأی موافق دادن، که خیلی نادره این چیزا، ولی به هر صورت این نشون میده تا چه حد ما در مورد خط مشی سیاسیمون در قبال همکاری با اپوزیسیون ایران جدی و متعهد هستیم. متن منشور رو به رأی نگذاشتیم که اصلا ببینیم موافق یا مخالف داره. متن منشور رو به رأی نگذاشتیم، کلیات مسئله رو، کلیات سیاست خودمون رو به رأی گذاشتیم، و اینم نتیجه رأی گیری بود که خدمت رو گفتم. اما در مورد منشور من اینجا و اونجا یکی دو نفر دیدم که ملاحظاتی داشتند، و به این دلیل میگم شاید یکی دو نفر باشن. برای اینکه فقط روشن بشه این نکته که اشاره کردید، این رأی گیری که اشاره کردید پیش از منشور بوده و به منشور هم ارتباطی نداره، تاریخش رو میتونید لطف بفرمایید چه زمانی بوده؟ باور کنید الان به خاطر ندارم، ولی تو همین دوره اخیر بود، یعنی تو یک ماه و نیم اخیر بود، یکی دو ماه اخیر بود. و این در واقع رأی گیری درون سازمانی، درون حزبی مربوط به حزب کمیله کردستان ایران بوده. حزب دموکرات کردستان ایران در این ماجرا هیچ نقش حضوری نداشته. نخیر، این رأی گیری حزبی ما بوده. من از رأی گیری های درونی حزب دموکرات خبر ندارم، ولی ما گام هایی رو که برداشتیم با ایشون در میون، با حزب دموکرات و رهبریش در میون گذاشتیم و تبادل نظر کردیم. اصلا با خود حزب دموکرات هم ما در حال تدوین چهارچوبه‌ای هستیم، پلتفرمی که چهارچوبه همکاری احزاب کرد با اپوزیسیون رو، نه فقط حزب کومله رو، بلکه کل احزاب کرد با و کردها رو با اپوزیسیون ایران و بقیه نیروهای سیاسی ایران تعیین میکنه. به احتمال ما مدت هاست داریم اینو بررسی میکنیم، خودمون تصویب کردیم، ولی اینکه مورد تصویب هر دو حزب و مورد تصویب مرکز همکاری قرار بگیره، داریم روش کار میکنیم. من نسبت به اون هم امیدوارم. آخرین باری که آقای معتدی با آقای خالد عزیزی و آقای هجری صحبت کردین چه زمانی بود؟ من توی کنفرانس دیگری که در تورنتو بین اپوزیسیون ایران برگزار شد با آقای خالد عزیزی ملاقات کردم، دیدار داشتیم اونجا. با آقای مصطفی هجری هم تلفنی بینمون رابطه هست. با آقای مصطفی هجری هم تقریبا به طور مداوم، شاید تقریبا هر هفته یک بار ما در تماسیم، و چه من و چه دوستان دیگری که در منطقه هستن ارتباط های هم حضوری هم آنلاین فشرده داریم با هم دیگه. وقتی که اونها اشاره کردن رسما که مخالف منشور هستن، شما تو این تماسی که باشون دارید صحبت از چه میکنید؟ تونستید اونها رو مجاب بکنید به حضور؟ ما با اونها وارد بحثای خیلی جدی و دوستانه شدیم و در جریان هستن این بحثا. ضمناً خدمتتون بگم کسانی گفتند مخالفیم با این منشور یا ملاحظاتی داریم روی منشور، ولی خود آقای مصطفی هجری در آخرین مصاحبهش که ایشون رهبر حزب دموکرات هستن، در آخرین مصاحبهشون ازش میپرسن در مورد این منشور و میگه برخلاف نظریه دی که من میشنوم مخالفت کردن،
من شخصا این منشور رو یک گامی به پیش میدونم. البته آقای عزیزی همونطور که در جریان هستین تو این گفتگوی که ما باشون داشتیم نظرشون رو به روشنی بیان کردن که اعتراضاتشون در واقع و مشکلاتی که با منشور دارن چه هست. میخوام یک پرسش کوتاه در همین ارتباط، چون گفتید که با آقای هجری در تماس بودید در جریان این جلساتی که انجام میشد، میشه توضیح بدید دقیقاً در زمانی که نشست جورج‌تاون برگزار میشد شما با آقای هجری گفتید در تماس بودید، از ایشون خواسته بودید که ایشون هم حضور پیدا بکنه، ایشون گفته بوده نه؟ میتونید بفرمایید چرا موقع ایشون مخالف بود؟ به شما چه گفت در مورد دلیل عدم حضورشون؟ ببینید من زیاد مایل نیستم وارد جزئیات مسائلی بشم که بین من با آقای مصطفی هجری یا با دیگر شخصیت‌های سیاسی که باشون در تماسم بشم، ولی به طور کلی من میتونم اینو خدمتتون بگم از بدو شرکت من در گروه مباحثه یا گروه تبادل نظر که بعداً از توش منشور درآمد، من با آقای مصطفی هجری و رهبری حزب دموکرات این رو در میون گذاشتم و توضیحات لازم رو هم دادم، ولی به هر شکل تصمیم گرفتن که حضور نداشته باشم. ولی شما به نظر میاد که خوشبین هستید که در ادامه مسیر به سمت همگرایی حرکت بکنه، البته ببینیم که حزب دموکرات کردستان ایران چه در قالب این مرکز همکاری احزاب کردستان ایران چه به طور مستقل نکاتی رو خواهند گفت. یک نکته ای که آقای مهتدی خیلی مایلم اشاره بکنید، چون چند بار فکر میکنم از واژه دوستان استفاده کردید، میخواستم بدونم وقتی میگه دوستان کسایی که در واقع هماهنگ کردن چه کسانی بودن که از اعضای منشور تلاش داشتن شما در جمع حضور داشته باشید یا از طریق شما بخوان گروه های دیگر اتنیکی به اصطلاح حضور داشته باشن؟ ببخشید درست متوجه سوالتون نشدم. پرسش این بود که شما گفتید که دوستان تلاش کرده بودن که شما حضور داشته باشید و دیگران و شما هم با آقای هجری تماس داشتید. خواستم بدونم منظورتون از دوستان چه کسی هست؟ افراد خاصی، شخص خاصی در این ائتلافی که الان شکل گرفته در قالب منشور جورج‌تاون به دنبال این بود که شما و دیگران حضور داشته باشید، یا یک تصمیم جمعی بود تمام اون اعضایی که حضور دارن تلاش می‌کردن که شما و آقای هجری و دیگران شرکت کنید؟ من این حسن نیت رو در همه اون دوستان، در همه جمعی که بعداً همبستگی رو تشکیل دادیم، در همه‌شون می‌دیدم و رابطه تلاش اونا برای مشارکت و هماهنگی بیشتر بود. من هیچ نظر مخالفی در این مورد نشنیدم و ندیدم. آقای مهتدی، فکر می‌کنید این یک اونطور که توصیف شده یک فرصت تاریخی است برای کردها؟ من فرصت بسیار مناسبی برای کردها میدونم. ببینید شما انقلاب سال 1357 رو در نظر بگیرید، کسی از کردها نپرسید، از غیر کردها اصلا معلوم نبود قانون اساسی چی توش است. وقتی رفراندوم شد که میدونید کردها و به خصوص بدون حزب کومله کردستان ایران و بعدن همه احزاب و شخصیت‌های کرد تحریم کردن رفراندوم، و یکی از دلایلشون این بود که اصلا معلوم نیست قانون اساسی مملکت چی توش هست، شما دارید به یه چیز مبهمی که خیلی هم ترسناک به نظر میرسید از دور دارید بهش رأی میدید، و به همین دلیل کسی رأی نداد بهش در کردستان و کسی نپرسید قانون اساسی چجوری باشه. همه چیز تحمیلی بود، همه چیز پشت پرده‌ای بود. این بار به نظر من این مجال فراهم شده که کردها، ولی نه فقط کردها، همه مردم ایران، همه نخبگان سیاسی، همه شخصیت‌ها، همه نهادهای جامعه مدنی به بحث و تبادل نظر بپردازند. علنی شفاف داره مطرح میشه. درست این قانون اساسی نیست و ما حق نداریم برای آینده قانون اساسی ایران از الان تصمیم بگیریم، این تصمیم رو بعداً مجلس مؤسسان بعد از بحث‌های طولانی و کار کارشناسی طولانی خواهد گرفت از مجلس مؤسسان منتخب مردم. ولی همین که چهارچوبه کلی ایران آینده از طرف همبستگی و شورای همبستگی مطرح شده و دیگران هم، البته دیگر گروه‌های سیاسی هم در این مورد به بحث می‌پردازند، من این رو فرصت بسیار خوبی می‌دونم برای کردها. اهمیتش در اینه که
بعضی از مسائلی رو که برای اونها و فکر میکنم برای سایر جوامع اتنیکی کشورم مهمه مطرح شده توش. یکی عدم تمرکزه، به صراحت از عدم تمرکز ساختار سیاسی ایران صحبت شده، از سپردن اختیارات به نواحی و استانها، اختیارات اقتصادی، مالی، فرهنگی، اداری صحبت شده، از رفع تبعیضاتی که تا الان بوده صحبت شده، از پذیرش جایگاه زبان مادری بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی صحبت شده. کجای دیگه شما میگید این امتیازات؟ امتیاز من نمیدونم، این حق رو، این حقوق رو کجای دیگه برای کردها شما دیدید در نظر بگیرن؟ بنابراین بله، من یک گام مهم به پیش میدونم و اینم میدونیم ممکنه کردها خواستای بیشتری داشته باشن. من خودم همینطور، من هیچ وقت کتمان نکردم که حزب ما و به طور کلی مرکز همکاری متشکل از احزابیه که فدرالیزم رو برای آینده ایران پیشنهاد میکنن، ولی این حداقل مناسبی است و هیچ کسی هم نمیتونه در این مرحله که مرحله عبور از جمهوری اسلامیه خواهان این باشه یا اصرار کنه که تمام خواستهای حد اکثری اون پذیرفته بشه در آینده ایران. بنابراین این خواستهای حد اقلی خواستهایی است که جمهوری خواهان، مشروط طلبان، چپها، لیبرالها، کردها، ملیتها و غیره همه میتونن در کنار هم بهش پابند باشن و به نظر من به این معنی منشور خیلی خوبی است. آقای مهتدی، شما سالهای طولانی، دهه‌ها با حکومت محمد رضا شاه پهلوی مبارزه کردید. چه شد که دست به دست شاهزاده رضا پهلوی دادید در این ائتلاف؟ برای اینکه ایشون شخصیتی است که تلاشش رو من دیدم و تلاشش برای ایجاد وحدت بخشیه، تلاشش برای ایجاد دموکراسیه. میدونم فشارهای مختلفی روی ایشون هست که خلاف این نوع حرکت بکنه، ولی من ایشون رو اینطور دیدم. تعداد قابل ملاحظه‌ای من نمیدونم چقدر، این رو من نه آماری دارم و نه کسی آماری میتونه داشته باشه. در جایی که نه دموکراسی هست، نه صندوق واقعی انتخابات هست، نه نظرسنجی های واقعی هست، شما نمیتونید به ضرس قاطع نظری بدید، ولی به هر صورت بخشی از جامعه ایران به ایشون تمایل دارن و اگر ائتلافی بخواد درست بشه بایستی ائتلافی در برگیرنده، فراگیر یا به قول انگلیسی ها اینکلوسیو باشه، ایشون رو هم در بر بگیره، جمهوری خواهان رو که بنده یکیشم هستم در بر بگیره، فدرالیست ها رو در بر بگیره، سوسیال دموکرات ها رو در بر بگیره که من خودم هم یکیش هستم. بنابراین طیف های وسیعی از جامعه، معنی ائتلاف اینه، این نیست که همه با هم در همه زمینه ها هم عقیده ایم، اینه که برای امر مشخصی که این امر عبور از جمهوری اسلامی و رسوندن ایران به مبانی اولیه دموکراسی هست، بر سر این موضوع تا جایی که مردم خودشون امکان انتخاب نظام سیاسی رو داشته باشن، در این مرحله که مرحله عبور از جمهوری اسلامیه، یه عده‌ای، یه نیروهایی و یه دم نباید باشن، بایستی تکمیل بشه با نیروهای سیاسی، بایستی تکمیل بشه با ارگانهای جامعه مدنی و شخصیتهای داخل و خارج کشور. ولی به هر صورت اینها که ائتلاف تشکیل میدن یا همبستگی میخواد به یک چنین ائتلاف گسترده‌ای برسه، هدف اینه که این عبور از جمهوری اسلامی رو با بیشترین نیروی دموکراسی خواه ممکن جلو ببره. یعنی همه اونهایی که به دموکراسی، به حقوق بشر و به عبور از جمهوری اسلامی معتقدند میتونن و باید دور هم جمع بشن، برای اینکه به زیر کشیدن این نظام در حد توان نه فقط کردها نیست، نه فقط جمهوری خواهان نیست، نه فقط مشروط خواهان نیست، نه فقط چپ ها یا لیبرال ها یا راست ها نیست، بلکه مساعدت و همکاری همه رو می طلبه. همونطوری که در خیابان های شهرهای مختلف ایران مردم در کنار هم تظاهرات می کردن، در کنار هم برای گذار از جمهوری اسلامی
عبور میدادن، شعار میدادن برای عبور از جمهوری اسلامی و کسی از اون بغل دستیش نمیپرسید راستی شما برای آینده ایران معتقدید بایستی دولت در اقتصاد دخالت بکنه یا نکنه، حقوق کردها کمتر باشه یا بیشتر باشه. اینها مسائلی است که در مبانیش رو اتفاقا ما گفتیم، ولی جزئیاتش رو و شکل مشخصش رو فقط مردم ایران در یک انتخابات آزاد و در یک رفراندوم میتونن تعیین بکنن. من هدف من از این که با ایشون و دیگران همکاری بکنم و این دیگران هنوز تعدادشون خیلی باید بیشتر از اینها باشه، اینه که از همه نیروهای ممکن برای عبور از جمهوری اسلامی استفاده کنیم. ببینید خیلی در خارج کشور نشستن و برای خودشون خط و مرزهای ایدئولوژی که گذشته از سال 57 رو حفظ کردن تو ذهنیتشون. مردم ایران اینطور نیستن، اینها عجله دارن، میخوان به هر قیمتی هست از دست نظام اهریمنی جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنن. مردم خواهان همبستگی هن، خواهان اتحاد هن، خواهان همکاری با هم هن. این به نظر من همبستگی و منشوری که در اطراف به وجود اومد و در اطرافش این همبستگی داره شکل میگیره پاسخی است به این نیاز مردم. مردم نیاز مبرم دارن که هر چه زودتر از زندان جمهوری اسلامی آزاد بشن. برای این کار ما به همکاری همه نیروها احتیاج داریم. آقای رضا پهلوی هم یکی از این نیروهاست، ایشون بتونه نقش مثبت بازی کنه، چرا ازش استفاده نشه؟ آقای مهتدی چند بار با آقای پهلوی تو این مدت صحبت کردید به طور دو جانبه یا در جریان جلسات گروهی؟ دو جانبه هنوز پیش نیومده تو این دوره اخیر. من یک بار حضوری تو تورنتو ایشون رو دیدم در اطراف همون پانلی که وجود داشت، بقیه دیدارها تو دو سه ماه اخیر همش تا اونجا که به من برمیگرده دیدارهای آنلاین بوده. یعنی مثلا میتونید بگید چند بار احتمالاً این دیدارها در طول 5-6 ماه گذشته صورت گرفته؟ به 5-6 ماه نمیرسه، کمتره. تو این 3-4 ماه اخیر شاید 7-8-10 حدس میزنم در این حدود بوده باشه. 7-8-10 جلسه؟ فقط یک بارش حضوری بوده. کم یک بار در تورنتو اشاره کردید؟ بله بله. و قبل‌تر چطور؟ چون گفتید به 3-4 ماه گذشته برمی‌گرده، پیش از این با شاهزاده رضا پهلوی شما تماسی داشتید؟ من 10-15 سال پیش همراه با آقای مصطفی هجری در لندن ایشون رو دیدیم و با هم یک تبادل نظر یک ساعته ای کردیم. این آخرین باری که ایشون رو دیدم 10-15 سال پیش بود. وقتی که از آقای هجری شنیدید خط قرمزی که کشیدن بر سر عدم بازگشت به نظام پهلوی و گفتن شاهزاده رضا پهلوی رو به شکلی نماد اون ماجرا می‌بینن، پاسختون بهشون چه بود؟ من همین حرفایی رو که الان خدمت شما گفتم با آقای مصطفی هجری، با رهبری حزب دموکرات و با دیگر شخص، با من با جمهوری خواهم خیلی در ارتباطم، با حزب چپ هم در ارتباطم، با دوستان شورای مدیریت گذارم در ارتباطم، با احزاب دیگه کرد و کنگره ملیت و ایران فدرال هم در ارتباطم. من به همه اونا این رو یادآوری کردم که ما میتونیم اختلاف داشته باشیم در مورد دیدگاه هایمون برای آینده ایران، ولی همه اونهایی که به دموکراسی و حقوق بشر معتقدند و به عبور از جمهوری اسلامی معتقدند، معتقدند بایستی دست همکاری و همبستگی به هم دیگه بدن. پیام من به همه اونها و استدلال من البته خیلی مشروع‌تر، ولی در همین راستا بوده. حزب دموکرات کردستان همطور که میدونید با شاهزاده رضا پهلوی در مقطعی در ارتباط بوده. آقای عزیزی هم در مصاحبه که با ایشون انجام دادیم اشاره به این قضیه میکنن. فکر میکنید تفاوتی وجود داره بین اون تماسایی که الان شما دارید با تماسایی که پیشتر انجام شده؟ یعنی شاهزاده رضا پهلوی که شما الان میشناسید متفاوت با مثلا چند سال پیش، 15 سال پیش که اشاره کردید؟ ببینید من نمیتونم در مورد ملاقات‌های بوده یا نبوده دوستان حزب دموکرات کردستان با آقای رضا پهلوی اظهار نظری بکنم، ایشون خودشون میدونن. من تماسام واقعا در همین حدی بوده که الان خدمت شما گفتم. و
و دیدگاهتون تغییر کرده، شناختتون از ایشون منظورم این هست در طول زمان تغییر کرد با این جلساتی که اخیراً با ایشون داشتید؟ من 3-4 سال پیش هم به پیشنهاد دوستان یه نشست یکی دو ساعته آنلاینی 3-4 نفری از من خواستن، منم حضور پیدا کردم با ایشون. اون موقع هم من نظر ایشون رو با اون موقع با الان هر دوش رو من نظر ایشون رو مثبت دیدم و در دو قطب مخالف قرار نداشتیم. آقای پهلوی حتما شنیدید اخیراً گفته که صدای کردها به دو تا حزب، منظورش به طور مشخص حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله هست، نباید محدود بشه. موافقید با ایشون؟ این دو حزب اصلی سیاست در کردستان هستند و بودند در طول 40-50 سال گذشته و هنوز هم هستند. ولی البته ما هم احزاب و گروه های دیگه ای داریم که خودمون هم نادیده نمیگیریم و نباید نادیده بگیریم. ما با اونا هم در ارتباطیم. اصلا مرکز همکاری مرتبا با سایر گروه های سیاسی کردستان ایران هم در حال تماس و تبادل نظره. بنابراین ما خودمون هم اظهار نکردیم که ما حق مطلق و بیچون و چرایی داریم برای در قبال جامعه کردستان، ولی فکر میکنم مرکز همکاری مرجع اصلی سیاسی جامعه کردستان ایران در حال حاضر. آقای مهتدی حتما اون توییت آقای پهلوی رو دیدید که گفتن پس از شنیدن نقدها و نظرات کسانی که احساس می‌کردن صداشون در منشور و گروه همبستگی بازتاب نیفته، نامه و نام‌های پیشنهادی اونها رو به گروه منتقل کردن. باور دارم که منشور و گروه با اضافه شدن چهره‌های جدید بهتر می‌توانند تکثر سیاسی جامعه ایران رو بازتاب دهند. خود شما هم الان دقایق پیش به همین مسئله به شکلی اشاره کردید. آیا خود شما در این ارتباط نقشی دارید برای افزوده شدن افراد تازه‌ای؟ هر کدوم از ما پیشنهادهایی داریم و این پیشنهادها رو همه رو میذاریم روی همدیگه و بایستی از نیروهایی که فعلا در حال حاضر خارج از شورای همبستگی هستند البته استفاده کرد و همکاری همه رو مقتنم دونست، به شرطی که جزو تندروان و افراطی ها نباشن. افراطی های از هر طرف و هر سمت به نظر من اونها متفاوتن. در غیر این صورت نیروهایی که متعادلن، نیروهایی که میانه رو هستن، با هر گرایشی به نظر من تا جایی که من بدونم و عقیده خودم هم همینه، در شورای همبستگی نظر مثبت وجود داره. مثلا همین الان شورای تصمیم حمایت کرده از منشور، شورای مدیریت گذار حمایت کرده از منشور، سازمان دموکراتیک یارسان حمایت کرده از منشور، حزب آرا حمایت کرده از منشور، شخصیت های دیگر هم همینطور. من خوشبینم نسبت به این که تو یکی دو ماه آینده ما بتونیم ائتلاف خیلی فراگیرتر و پروپیمونتری به وجود بیاریم. آقای مهتدی، آقای عزیزی یک نکته رو در گفتگویی که با ماشون داشتم عنوان میکنم و اونم نگرانی از این که سلبریتی محوری در ائتلاف در همبستگی در واقع نقش پررنگی پیدا کرده و پیدا بکنه. ایشون هم مشخصا بحثش این هست وقتی که سلبریتی ها چنین نقش پررنگی پیدا میکنن، اینها فقط به خودشون پاسخگو هستن، نه به یک حزب یا یک سازمانی که بعد در ارتباط با اون جواب بدن، پاسخگو باشن و میتونن هر لحظه نظرشون، تصمیمشون رو عوض بکنن. چقدر این نگرانی رو شما مشروع میدونید در این فضا؟ در واقع و در یک دوره طولانی مدت یا میان مدت، به خصوص بعد از الان البته، ولی به خصوص بعد از آزادی ایران از قید جمهوری اسلامی، مطمئنن حزب‌های سیاسی تشکیل خواهند شد و باید تشکیل بشن. احزاب سیاسی واقعی و اصیل که در قشرهای مختلف مردم پایگاه دارن یا گرایش‌های سیاسی جامعه رو بازتاب میدن، اینها به نظر من جایگاه بزرگی در
تحکیم و تأمین و تحکیم دموکراسی در آینده ایران خواهند داشت. بدون احزاب سیاسی ما فقط نظام‌های پوپولیستی میتونیم داشته باشیم که یه فردی در بالا بگه توده‌های بی‌شکل هم حمایت کنن یا ضدیت بکنن. نه، بنابراین احزاب جایگاه اساسی دارن و خواهند داشت، ولی کن از اینجا این نتیجه رو نمیگیریم که شخصیت‌های سیاسی به خصوص در این دوره که هنوز برخلاف میل ما، ولی واقعیت اینه هنوز احزاب جز در کردستان و جاهای بسیار محدود دیگری، کردستان یه نمونه تقریبا میشه گفت منحصر به فرد در ایران در این زمینه، بنابراین ما احزاب مردمی تودگیر دارای پایه اجتماعی رو که هر روز هم از طرف نسل جدید نیرو بهشون اضافه میشه، این رو ما در جاهای دیگه نداریم و نمیتونیم اصرار کنیم بگیم ما وارد هیچ همبستگی و همکاری نخواهیم شد تا تمام ایران دارای چنین احزابی نشه. این یک. دوم این که بعضی ها اسم حزب رو یدک میکشن ولی 3-4 نفری بیشتر نیستن، نفوذی ندارن، قدرت بسیج ندارن، گرایش خاصی رو نمایندگی نمیکنند، جامعه بخش خاصی از جامعه رو با خودشون به همراه ندارن، 3-4 نفری بیشتر نیستن، ولی شخصیت های من اسمشون هم سلبریتی نمیگذارم، ولی شخصیت های سیاسی داریم که میلیون ها نفر پیرو و فالوور دارن و اتفاقا خیلی محبوبن در مورد مردم. شخصیت هایی که در شورای همبستگی وجود دارن شخصیت هایی نیستن مثل قارچ رویده باشن، اینا همه دارای سابقه فعالیتن. شما خانم مسیح علی نژاد رو در نظر بگیرید، ایشون نه فقط یک ژورنالیست بود، یک کمپینگر بود که از کمپین های بسیار کوچیک و ظاهرا ساده شروع کرد ولی به موفقیت های زیادی رسید. سال هاست که ایشون داره نقش بازی میکنه و بنابراین موقعیتی رو که به دست آورده استحقاق خودش بوده. آقای حامد اسماعیلیون در رأس جنبش دادخواهی قربانیان هواپیمای اوکراینی توانایی های خودش رو برای بسیج و سازماندهی نشون داد، بی غرض بودن و بی طرف بودن خودش رو تونست نشون بده، اینها رو به دست آوردن، اینها کسب کردن. خانم نازنین بنیادی 15 ساله داره در زمین حقوق بشر کار میکنه و نماینده و سفیر امنستی اینترنشنال، سازمان عفو بین الملل هست. بنابراین اینها هیچ کدوم سلبریتی های صاف و ساده ای نیستند و خیلی هاشون این موقعیتی رو که دارن امروز کسب کردن در جریان فعالیت های خودشون و اعتمادی که بهشون شده. وانگهی اینها مانع حضور حزب ها نیستن. که کدوم حزب ها؟ دارم من چند تا اسم بردم از حزب ها دیگه، حزب ها یا نهادها یا تشکل های سیاسی، دارم از شورای مدیریت گذار، شورای تصمیم، سازمان یارسان و غیره و غیره اسم بردم من، و امیدواریم بقیه حزب ها هم در دیالوگ از دیالوگ شروع کنن و به همکاری ختم بشه کارشون. بنابراین اینطور نیست که کسی مخالف حضور حزب ها باشه و فقط بخواد با شخصیت‌های سیاسی یا شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی سر و کار داشته باشه. نه، حزب‌ها اساسی‌اند تا اونجایی که امروز وجود دارن و واقعیه و شایسته نامی هستند که بهش خطاب میشن، و فقط حزب‌های کم ریشه کم تعداد نیستن. بنابراین حزب ها جایگاه خودشون رو دارند و خواهند داشت و باید بیشتر و بیشتر هم داشته باشن، ولی از وجود شخصیت ها باید کمال استفاده رو کرد. کلن من نظرم همونطور که تو صحبت های قبلیم هم جواب های قبلیم هم گفتم، من نظرم اینه که این یا آن نکنیم، هم این و هم آن بکنیم در این مورد. آقای مهتدی اشاره کردین به هم احزاب. بله بله، بفرمایید صحبتتون تمام کنید. بفرمایید.
نه گفتم که ما دید فراگیرتر و متوجه پذیرنده تری داشته باشیم نسبت به هر کسی که میتونه نقش مثبتی در عبور از جمهوری اسلامی و در رسوندن به اولین منزلگاه دموکراسی و حقوق بشر در ایران داشته باشه. از هر شخصیتی، از هر حزبی، از هر انجمنهای جامعه مدنی، نهادهای جامعه مدنی، زندانیان سیاسی، کارگران، اصناف، بازاری‌ها، دانشجوها، معلمان، همه اینا باید باشن. ما نمیتونیم بگیم فقط احزاب ولی نهادهای صنفی نباشن. میدونید معلم‌ها و کارگرها چه نقش بزرگی تو این چند سال بازی کردن؟ میدونید زندانیان سیاسی چقدر در روشنگری و در جلب افکار عمومی بین المللی برای ما کار کردن؟ همه اینا باید حضور داشته باشن. چرا باید این یا آن بکنیم در این مورد؟ هم این و هم آن، همه نیروهایی که میتونن دست به دست هم بدن شر این رژیم رو از سر مردم ایران کم کنن. آقای مهتدی اشاره کردید احزاب اساسی هستند، ولی همونطور که میدونید به خود شما و به دیگر احزاب کردی همین انتقاد جدی رو وارد میکنن که زیر سایه گونه مردسالاری هستند. دهه هاست که این چهره ها در سمت دبیرکل و رهبری این به ویژه دو حزب عمده حضور داشتن و ما سایه خانواده های سرشناس کردی رو بر این احزاب سیاسی میبینیم. پاسخ شما به اونها چه هست؟ به ویژه در این فضای به اصطلاح جنبش روی انقلاب زن زندگی آزادی. نمیدونم منظورتون از خانواده چیه. من نسل قبلی من، پدر من در حزب من نبوده، برادر بزرگ من در حزبم نبوده. این حزب رو من خودم فقط توش فعالیت کردم. بنابراین نمیدونم منظورتون موروثیه، یعنی منظورتون همچین چیزی بود؟ تقریبا. البته حالا این حزب شما یه بحث مشخص است که خود شما هم دهه هاست رهبری حزب در اختیار داری. در مورد حزب دموکرات کردستان ایران، در مورد احزاب دیگر کردی هم این ایراد وارد هست که برشاک هم زیر سایه مردها بوده. ما چهره زن در جایگاه رهبری نمیبینیم. همین که این چند خانواده بزرگ هستن که به نظر میاد این هاست دهه هاست دارن این نقش رو ایفا میکنن. برشاک باید پاسخی داشته باشید برای اونهایی که این روزها این انتقاد رو ایراد میکنن. من که نمیدونم منظور شما کدوم خانواده هاست، ولی من نه فقط محدودیتی ما نمیتونیم روی هیچ خانواده خاصی بذاریم، بلکه همه خانواده ها رو تشویق میکنیم به مشارکت و به همکاری با حزبمون. ببینید اتفاقا حزب ما مشخصش اینه که به پایین ترین اقشار جامعه فرصت و امکان شرکت در مبارزه سیاسی و در تصمیم گیری های سیاسی نشون میده. بنابراین این رو من اگر بخواید توی برنامه ویژه‌ای من میتونم توضیح بدم که چقدر ما کمک کردیم به این که فقط طبقات بالا و طبقات ممتاز و فرزندان اونها و پسران اونها نباشند که زمام امور سیاسی دو مملکت در دست دارن. بیشترین ورود اقشار پایین و فرزندان اقشار پایین رو سهمی رو که در این مورد ادا شده من متعلق به کمله میدونم. و این یک. دوم این که جوانگرایی در حزب ما اتفاقا خیلی خیلی خوب پیش رفته و در این مورد ما کاملا موفق بودیم. در مورد نقش زنان ما اصلا موفق نبودیم و این نقطه ایست که مطمئنا در کنگره بعدی باید روش کار کنیم. هرچند در گذشته دورتر ما در واقع پیشتاز و پیشرو آوردن زن به صحنه سیاسی بودیم. زنها و دخترانی که در صفوف کامل شرکت داشتن تابو شکن بودند، سنت شکن بودند، پیشرو بودند، جای خودشون رو در جامعه باز کردند و پیام‌آور نوترین گرایش‌های مربوط به زنان و حقوق برابر زنان بودند در جامعه کردستان که امروزه هم زن زندگی آزادی نشانی از اون داره.
اما تو دوره اخیر به دلایل متفاوت ما موفق نشدیم اونطور که باید و شاید این کارو بکنیم. در دوره بعد به نظر من باسی این نقیصه رو جبران کنیم، ولی جبران اساسی و نهاییش به نظر من وقتی است که ما دوباره در جامعه این حزب ما و مرکزیت حزب ما دوباره در جامعه ایران و در جامعه کردستان ایران قرار بگیره و مطمئنن در اون صورت صفوفش پر از دختران و خانم‌های مبارز و پیشرو و نخبه خواهد بود. به دلیل همین نکته‌ای که نقیصه‌ای که اشاره کردید و عدم حضور زنها، زنان فعال کرد بسیاری به شما اعتراض کردن وقتی در تورنتو گفتید من از طرف مردم کردستان حرف می‌زنم. پاسختون به اونها چه است؟ همونطور که گفتم هیچ کسی نمیتونه مدعی باشه که رهبری حقوقی و منتخب مردم کردستان یا هیچ جای ایران رو به عهده داره، چون ما فاقد دموکراسی هستیم، فاقد انتخابات آزاد هستیم، حتی فاقد نظرسنجی های آزادانه در داخل جامعه هستیم که بتونه حدود تقریبی محبوبیت ها رو نشون بده. من منظورم این نبود که نمایندگی قانونی و حقوقی مردم کردستان رو دارم، منظورم این بود که من از طرف اونها آرمان های اونها، آرزوهای اونها، خواست های اونها رو من معرفی خواهم کرد. وجدانن و اخلاقا خودم رو متعهد میدونم به اینکه آرمان های اونها و خواست های اونها رو نه فقط در همبستگی و در منشورش، در کل سیاست در جامعه ایران نمایندگی کنم و البته به عنوان یک ایرانی در این حال آرمانهای آزادی خواهانه همه مردم ایران را هم به خودم اجازه میدم وجدانن و اخلاقا نمایندگی کنم، اگرچه من نماینده قانونی و منتخب هیچ کدوم از این جهان نیستم. آقای معتدی، پرسش آخری که دارم این هست که حتما میدونه در این روزهای اخیر به ویژه پس از انقلاب مهسا به اصطلاح دوباره ایرادهایی وارد شد بر بحث پرچمی که احزاب کردی پرچم خودشون رو دارن، حتی در بسیاری از مواضعی که بیان میکنن مثلا پرچم کردستان رو در کنار پرچم ایران هم، یعنی اون پرچم شیر خورشید به اصطلاح، قرار نمیدن. خواستم نظر شخصی خودتون رو و اگر میخواید نظر حزب رو حتی در مورد پرچم شیر خورشید بشنوید. ببینید، ایران یک پرچمی باید داشته باشه. پرچم جمهوری اسلامی مورد قبول نیست بدون شک، برای اینکه این نماد ایران نیست، نماد یک رژیم ایدئولوژیک واپسگراست که ایران رو به خرابی و ویرانی کشونده. دقیقاً پرچم ایران چه جوری خواهد بود در آینده، این رو مجلس مؤسسان تعیین میکنه، نمیدونم شکلش چه خواهد بود، ولی ما هیچ ایرادی با پرچم شیر و خورشید نداریم، کما اینکه دیگران هم نبایستی مشکلی با پرچم کردستان داشته باشند. این پرچم جدایی طلبی نیست، این پرچم هویت طلبیه. شما در ایالات‌های مختلف آمریکا هم پرچم دارید. من در انگلستانی زندگی می‌کنم که ویلز و اسکاتلند و انگلند هر کدوم پرچم خاص خودشون رو دارن. ایالات‌های مختلف آلمان پرچم خودشون رو دارن. بنابراین کردستان هم میتونه در آینده هم احترام بذاره به پرچم ایران و خواهد گذاشت، و هم در این حال پرچم خودش رو به عنوان هویت خاص خودش رو هم نگهداری کنه. اصولا ایران آینده بایستی بتونه تحمل و ظرفیت این رو داشته باشه و به نظر من خواهد داشت که هویت‌های مختلف اتنیکی، فرهنگی، زبانی رو در خودش بپذیره، به رسمیت بشناسه، مورد حمایت قانونی، نه فقط حمایت لفظی، حمایت قانونی قرار بده و اتفاقا از این طریق وحدت و انسجام و یکپارچگی ایران و کشور ایران رو هم بهتر تضمین کنه.